عمادی هم مثل که ما رو رنگ کرده و این تیر تخته ها میگه مبلما. اینا به درد هیزم تو اجاق هم نمیخوره. همچی گفت این وسایل مال تو، من فکر کردم شیش دست مبل استیل داره حالا. فکر نه بابا، اینا رو سه دستمال هم ببرن کسی 2000 نمیخره. به کار ما نمیاد. به کار ما میخوره پاپا. نه آقای پوستی، درست گفتی، 2000 هم نمیخرم. آب باریکلا. آقای شهرام بفرما اتاق ما کدومه؟ اتاق بیا شما. کدوم اتاق؟ ای بگه نمیدونی؟ عمادی دیگه سهمش داده به من، اتاقش مال منه، مگه نه پاپا؟ بله آقا، از امروز مال اون مال شماست آقای پوست. پرپر؟ ببینم تو با این سیبیل اسمت پرپره؟ نه داداش، اسمم بهرام، فامیلیم پرفشانه، به همین خاطر آقای پوستی به هم میگه پاپا. فرمانی اتاق ما کجاست؟ جمع کن بریم پاپا. بگی بشین جمع کن بریم، جمع کن بریم. اتاق من کجاست در بردی؟ اصلا از کجا معلوم شما راست بگی؟ یعنی چی؟ یعنی که استاد عمادی در مورد واگذاری سهمش به شما هیچ حرفی به من نزده، حتی توی نامش هم چیزی ننوشته. خب اون مشکل شماست، بهتون اعتماد نکرده، فکر کرده موش میدونین. برده بریم پاپا. چشم آقا بوسی بفرما. ایش از جد تکون نخور. من تا مدرک نبینم اجازه نمیدم شما جایی بریم. ای مدرک میکن چشم تو چشم الان. اینم مدرک، اینم امضا، سید محمود عمادی خراسانی با خط نستعلیق. اگه نمیتونی بخونی هم بدم پپر بخونه. نه آقا، من خطا برای اصلا بخونم. لازم نکرده پرپر، خودم بردم بخونم. یه دفعه بهت گفتم بابا موبایل نامه رو به خط نستعلیق نمیمیسن، گفت تو کاری نداشت. ببین دارم میبینم، شما فقط از جا تکون نخور. راضی شدی؟ بیا شما، این کاغذ کپیم، اصلش کن. مگه بچم که اسناد و مدارک بهادار با خودم دوره را بندازم. هر وقت خواستی اصل با باینامه تو سکاف صندوقه بی پایین نشونت میدم. بریم پپر. چشم آقای پوستی. بفرما بفرما. درده بریم. چشم. ولی تو دامستن نه پول باری میده، نه حساب کنه، بیچاره شده هم درده. رسیدیم آقا. داداش رسیدیم. آه چی؟ رسیدیم پیاده شد. واقعا رسیدیم؟ رسیدیم آقا پیاده شد. انقدر این کمر ما رو فشار دی، کلی همون داغون شد. خدا رحم کرد که زنده رسیدیم. مرد حسابی، حالا خودت یه چی لاغل به مسافری که سوار کردی رحم کن. زهرم آب شد. تو واسه نمونه یه دونه ورود ممنوع رو جا نذاشتی، همه رو رد کردی، همش خلاف. نه چرا قرمز، نه ورود ممنوع، نه یه طرفه. میخوام ببینم توی این مملکت قوانین راهنمایی رانندگی وجود نداره؟ چوک میگی؟ قانون چی چیه؟ قانون که ما رو موتور سوار نیست، ما رو ماشینه. اینم که دیدی تو فیلماست. کرما رو رد کن بریم. بیا. دست شما درد نکنه. خدا بخیر ببینیم بابا. آه خدا، دنیا سرم کرده،
علی خان بچه امام زستن داشتم ناکار میشدم مردت سوی این چه جور موتور سواریه؟ چی میگی ماما؟ اینقدر قرر نزدم که تازه دنده چهارشم نیومدم مردت سوی من خودم بدلکار سینما یه عمر این کارا کردم ولی تو حالا مثل تو رانندگی نکرده بودم کلرت کن بیار داشت کلرت کن بیار داشت دست جدی جان از پشت بستی کلرت کن بیار با کار داری داشت کلرت کن دورا ای تو دیدی چه رختی رانندگی میکرد خدا وکیل ببینم ما بالای 120 سرعت داشتیم دیرتر از شما رسیدیم شما با چه سرعتی میمدید با کریمایی سن نه میگم ای تو جون تو ژاپن هم یه همچین موتور سوارهایی هستن از این موتور سوار نو آقا بس خدا رو شکر گفتم یه موقع تو توکیو تو مملکت بیگانه قریب کشی نشه نیفتیم ناکارچی با کریمایی سن ها قربونت دارم میگم ای تو دیگه خونه شهرامو ولش کن از اتوبان همتم شلوغتره بابا تو دیگه رفیق سیستون یعنی این به بعد فقط میای خونه خودم با کریمایسی آه قربونه اون با کریمایسی گفتنه دارم نکره دارم بریم دمت گرم بابا تو این حالا از کجا یاد گرفتیم دیگه پپر آی پوستی یادداشت کن جانم یه اتاق فرض دو و نیم تا سه و نیم کجا؟ تبریز تبریز خب دیگه صاحب کن ببینم دیگه چیه آقا پوستی جانم یک کلاگی فرفری یا معمولی؟ معمولیه معمولی؟ نه 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 اون نه اون نه اون مال منه مدرکم داری؟ مدرک مرد حسابی اون کلاگیس وسیله کارمه باشه باشه دیگه چی؟ دیگه هیچ جواب خب کلیه اقلام زیر با حضور افراد حاضر در جلسه تحویل این جانب گردید خب اینم این زیر اول خودم علی قلی پوستی فرهانی فرد گروسی خب پپر بوده بیا بله با برام بله پرفشان اینجا رو امضا کن چشم آقا چشم کجا رو خجالت میده همینجا آب باری کلا آب باری کلا چیکار کرد بفهم آباز ببینم پپر شما اگه بعدن هم بخوام اینو امضا کنیم لنگه چه میتونه امضا کنیم یکی دو ساعت دیگه میتونم آن سه چهار روز بگذرم نمیذارم دیگه آخه نوکرتم چاکرتیم ما چاکرت شما هستیم شرمنده مون کرد شرمنده خب اینم مال اینو بلنگ شو باستی ببینم اینم آقای شهرام شرفشاهی اینم اینجا شهرام شرفشاهی شما بنده نوازی بفرمایید اینجا رو امضا برو مرد حسابی خجالت بکش مگه داری ضبط اموال میکنی؟ حرفا میزنی شهرام خان زندگی اعتبار نهره که ممکنه من بخورم زمین شما یه اتفاقی واسه بفته تکلیف ورثه بیچاره چی میشه؟ قد و نیم قد ممکنه با یه امضای تو زندگیشون نجات بده کنه همین خرپه را به دردشون بخوره بد میگم ای پوستی 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 تو دیگه چه جانوری هستی؟ تموم هم نمیشه دیگه چند تا دیگه بیشتر نمونده که آقا جون الان میرسیم دیگه ای خدا ذلیل کنه اون کسی که این ساختمونه ساخته آخه اینم شد آسانسور بابا من درد دارم الهی من بمیرم برات که درد داری آقا جون چیکار کنیم ها الان میریم یا میکشه یا پر میکنه دیگه از دو حال که خارج نیست میکشه پر میکنه بله دختر مگه گوشم پر میکنم وا مگه گوشتون درد میکرد آقا جون ها چی خیال کردی آقا جون
شما گفتین که دندونم درد میکنه، الان میگه گوشم درد میکنه. من کی گفتم دندونم درد میکنه؟ آقا جون یادتون نیست شما گفتین دندونم درد میکنه. آخه دختر حسابی، دندون مصنوعی هم اگه درد میگیره. راست میگین حواسم نبود، ولی آقا جون گفتین دندونم درد میکنه ها. بابا من کی گفتم؟ من سلام آقا جون، گوشم درد میکنه. سلام آقا جون، سلام رو داره. سلام. تو کی هستی؟ من سام پیلگوش، داماد شما، همسر رودابه. آه آه من هیچ وقت نتونستم اسمی رو یاد بگیرم. آقای گوش فیل. پیلگوش. حالا کجا دارید میرید؟ میریم کجا میریم؟ کجا میریم آقا جون؟ ما کجا میریم؟ آره کجا میریم؟ هیچ جا، من دنبال تو را افتادم. آقا جون، من دنبال شما را افتادم. اول تو دنبال من را افتادی، من دنبال تو را افتادم. آقا جون شما در خونه اومدی بیرون، من اومدم گفتم کجا میریم، بعد من دنبال شما اومدم. میگه جایی نمیری. خب ببینی اصلا مهم نیستش، پس بریم بالا. ناسلامتی، من مهمون دعوت کردم، همون گذاشیم اومدیم بیرون. زشته. چی زشته پسر؟ وای خدای من، هیچی اصلا مهم نیست، بریم بالا، بریم بالا. پسره یا دختره؟ چی پسره یا دختره؟ یکی زشته. آقا جون بریم بالا، بریم بالا، آسانسور بریم. بریم پدر جون بفهمید. باش آقا جون کجا میرین آخه؟ چی بریم بالا؟ بالا بریم با آسانسور، بالا با آسانسور. بریم بفهم، با آسانسور بریم بفهم. ای فکر کنم دوباره گیر کرده. با پله ها بریم، اشکال نداره. بله با پله ها بریم. بله من که با پله ها نمیام بالا. راست میگه آقا جون، نمیتونی بالا. آروم آروم میریم بالا. ها آقا جون، الان دامادت سام پیلگو شما رو کول میکنه. من یعنی چی سام؟ یه حرف چی میزنی؟ چشم این با این هیکلش منو کول کله؟ نه بابا جان، نه بریم بالا اصلا، بریم. آقا جون بله. این چه حرفیه میزنی زشته به سام؟ کی زشته، پسره یا دختره؟ بابا بریم بالا، بریم بالا، بعدن میگم. بریم بالا، بریم بالا، بریم بالا. بفرمایید. من پاهم درده بگیرم. آقا جون یواز. اینجا این؟ بله. داشتم ورزش میکردم که یهو متوجه شدم شما دارین گریه میکنین. اتفاقی افتاده؟ نه چیزی نیست. ولی من خودم دیدم که شما داشتین گریه میکردین. چیز مهمی نیست. خیلی خب باشه، شاید شما دلتون نخواد که به من بگین. ظاهراً اینجا مثل که شما خیلی بهتون بد میگذره. نه به خدا، اصلا نمیدونم چی شد، یهو دلم گرفت، گفتم بیام اینجا که بقیه رو ناراحت نکنم. یعنی آخه آدم همینجوری که الکی دلتنگ نمیشه و بزنه زین گریه. آخه میدونین من خیلی نگران امیدم، همش فکر میکنم بالاخره چی میشه. اصلا امیدوار نیستم به این زودی ها کار گیرم بیاد، خب این فکر دائم اذیتم میکنه. همجور نشستم یه دفعه گریم میگیره، حساس شدم، میتونم خیلی بچگان است. آه نه 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 نه، اصلا هم بچگانه نیست. ببینید آرزو خانم، به نظر من که به نظر من
همه ی آدم ها یک بخشی از کودکیشون رو با خودشون دارن، هر کسی به شکل کنترلش میکنه. انگار نمیخواد کسی بفهمه که یک همچین احساسی در اون هم وجود داره، در صورتی که به نظر من زیباترین بخش وجود هر آدمی همون کودکی نهفتنشه. شاید شما باور نکنید، ولی خود منم در وجودم یک کودک خیلی شیطون و بازیگوش دارم که خیلی از مواقع غیر قابل کنترل میشه. میدونید آرزو خانم، کافیه که دوتا آدم بزرگ این چیه؟ همزمان. ها نه، داشتم استفن رو مطالعه میکردم، دیدم که خیلی وصف حال ماست، گفتم شاید براتون جالب باشم. کافیه که دوتا آدم بزرگ همزمان به کودکهای درونشون فرصت بیرون آمدن بدن. آه خدای من، خدای من، آن لحظه اوج صمیمیت آدم بزرگ هاست. ببخشید من برم دیگه، امید غریبی میکنی. آه بله خواهی. اجازه. بله چطور شد؟ مگه ارث پدرتی که میخوای زندونیش کنی؟ این دفعه باید بیاد تو خونه من یه مدت تحت نظر باشه. خیال کردی خاله؟ حالا ببینی اینم چه بویی میده، باز که این گیر کرد. اگه دستم به این سادی شما برسه قیمه قیمش میکنم. خب بیا از پله بریم. عرض سلام و ادب. آسانسور خرابه، بس یه جه گیره. سلام های پسر، کار نمیکنه. یه بوی بدی هم میده. بله. خب آقا نادر چطوره؟ خوبه؟ سلامته؟ آقای پوستی دیشب تا حالا گم شده، اصلا پیداش نیست. بله آقای پوستی، نامرد خودشو نشون نمیده که. خانم راستش حق داره، من که با شما یه سلام علیک که مختصر دارم، وقتی میبینم تو سنگکوب میکنم بدبخت که با دو تو زن. آقای پوستی خدا قوت. بله ببینم. آره تمیز. حالا خودتو میکنم رئیس نظافتچی های کل ساختمون. خوبه؟ بله. ابدی اویدا. بله دیگه ببین دم از بیوفایی نزن، کارتو بکن. ابدی اویدا خسته نبود. سلام پوستی، چه شده؟ یکی تو را گیر کرد. کاری داره قربونت برم من؟ بیا این موبایل یه زنگ بزن، اینو خدمات پس از فروش دارن، بیان سری راش میندازن. دلت خوشه، اینا تبلیغات تلویزیونه، اینا همونن که هستن. تازه وقتی بیان میگن ببخشید این زرتش قمصور شده، زرتم که جزء خدمات پس از فروش نیست، پس تعهدی نداریم، خداحافظ. خب چیکار کنیم؟ خب هیچی، باید خودم سر فرصت برم یه نگاه کنم گیرش رفت کنم. بلدی حرفا میزنی یا؟ به من میگم پوستی، از تعمیر آسانسور گرفته تا فیلم سازی فوت آبم. دهنه تو شیرین تو برونت دارم. شیرینی بزن روشن شی. دست درد نکنه شیرینی، باز چیه؟ آشتی کنون من و پدر زنمه، میدونی 13 بار رفتم خونه شون تا بالاخره امشب حاضر شدن بیان خونمو. شانس دو باید تو 6 دفعه نرفتم. ممنون. با پله میریم. آره بهتره. بالاخره ورزشه دیگه. نه؟ چطور عشقی؟ بیا تا هم دنت شیرین کن. بزن. ای جونه دلم. باشه باشه. بیا باشه. یا 4 آپری کلا کار تو بکن. نه بیا شما، حتی گفته خونه رو با همه وسایلش خریده. غیر ممکنه، اصلا استاد همچین آدمی نیست که از این کارو بکنه. حالا که همچین کار رو کرده، آی 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 پسر، دوباره افتادیم توی هچل.
نه یعنی ما باید با پوستی زندگی کنیم؟ اونم تو یه خونه؟ بله توی یه خونه. ای وای آدم تو قفس شیر بیشتر اهمیت داره تا کنار پوستی. ای ای پسر هیچ دقت کردی؟ پوستی داره یواش یواش توی همه خونه ها نفوذ میکنه. به اون آیفون دم در دقت کردی؟ اون اوائل روی هیچ کدوم از زنگا اسم پوستی نبود. حالا وقتی نگاه میکنی میبینی روی همه زنگا نوشته پوستی 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 پوستی. این همه پوستی 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 به چه دردش میخوره؟ خدا میدونه که تو اون کلش چی میگذره. حتما باید یک کاسه ای زیر نیم کاسه باشه. هیچ دقت کردی پسر؟ اون اول وارد خونه میشه به جای اینکه سهم هر سه نفر رو بخره سهم یه نفر رو میخره و وارد میشه. بعد اون دو نفر دیگر رو اونقدر کلافه میکنه که سهمشون رو بفروشن و بزنن به چاک. اینجوری پیش بره که من و تو هم باید بزنیم به چاک. بیا شما کور خونده من که هیچ جایی رو ندارم برم. یعنی حالا دیگه نمیتونم برم. حالا حالا ها آرزو دارم. آرزو؟ ای پیر شدی پسر. گندیم نه در دوست نمیشه تعمیر کار بیر باشو. سلام آقا پوستی. سلام. الهی قربونه دارم که منو نجات دادی. اگه شما نبودی من تو این آسانسور لعنتی میمردم. آقا پوستی من تا آخر عمر مدیونتونم. اینجا چی کار میکردی؟ گیر کرده بودم آقا پوستی گیر. خب چرا اینقدر بو میدی؟ نگو آقا پوستی نگو. پریشب که زنها دنبالم کرده بودن رسیدم طبقه بالا. دیدم در آسانسور باز یه نفرم داره آشغالاشو میذاره این تو که ببره پایین. منم که از ترس زنها در رفته بودم مرد هر دادم کنارو پریدم تو آسانسور دکمه رو زدم که برم پایین. ولی در بسته شدن همانو گیر کردن همان. یعنی تو از دیروز تا حالا با این آشغالا تو آسانسور حبس شده بودی؟ آره آقا پوستی. آره شانس آوردی دیوونه نشدی. بپر بالا لباسات بشور خودت بشور ساختمونو بود گنگ گرفته. بپر مطل کمر خونه تو بشور. خونه؟ نه آقا پوستی نه. من اگه تا آخر عمرم بو گند بدم و جرأت ندارم پامو تو خونه بذارم. بذار فکر کنم اینم بابا. ها بپا بریم بالا. بریم نردش بودو اونم بذار بذار من طرف شما هم میشه برگون رو مغزت برم بودو بودو نردش. چی میخوایی بگی؟ میخواستم از یه خواهشی بکنم. بیا تو یه دقیقه این پشتم کیسه بکش نوکرتم. خجالت بکش مرد حسابی. من گریمور سینما هم نه دلاک حمام. مردشون رو تا اون پوستین رو ببرن. اصلا بگو ببینم تو مگه خودت خونه زندگی نداری میای خونه ما حمام میکنی؟ بخشی نام مثل که اجتماعی نیستی. خب مرد سوی تو برو عمو منو صدا کن من بیام پشت کیسه بکشم صابون بکشم برو بینیم بابا تره خوشکت کنم خودت برو بابا نگاه کن قیافت اینجا دباش اینجا خوب نگاه کن هر چی ببینی عتیق است پول خونته خب دستت بخوره بهش روزگارت سیاه میکنه فهمیدی؟ نه بابا دست به چی بزنم دست به چیزی نمیزنم خب بعد
پپر بل آقا پوستی مگه رفتی همون زایمون مردم پوست انداختن زود داشت دیگه چشم آقا پوستی چشم اینجا بسا نوبت اولی فهمیدی؟ خب به محضی که اومد بیرون میری تو باش منم میرم بانگای یوسفی یه سر و تیزه باز بر بگردم برا خدا سلام نادر جون سلام خسته نباشی سلامت باشی بسی که یه آشقالاشون رو بیرون نبردن سلام جون یه دقیقه وایسم الان میام قربون تم یه دقیقه وایسم قربون دستت نادر جون نه رو پنگ کن برام دست تمیزه قربون ببخشین رو با چلوندیشون حالا به چلون دیگه قربون برام من یه دوش بگیرم بیام قربون تم ببخشین بفرمون دست تمیزه ببخشین رو چه مویی را انداختی؟ سلام سلام چطوری نادر جون؟ قربون تو بس خوبی؟ خیلی این بوی لباسه این پپره؟ نمیدونم اینا رو که تازه شسته چرا اینقدر بو میده؟ چرا میدونم؟ عافیت باشه سلامت باشی نادر جون جونو خود چه همومی رفتم پوست رو انداختم 17 سال همچه همومی نرفته بودم حال کردن دیوانه مردی که یه دیوانه چرا حوله منو پوشیدی درش بیار ببینم درش بیار ببینم گفتم درش بیار درش بیار ببینم درش بیار ببینم چیه؟ چی شده؟ ببخشید ببین آقا پوستی از همین روز اول شروع شد نها کن آقا پپر رفته حوله آقا شهرام پوشیده ببین همین؟ یعنی چی همین؟ بیا شما این اتفاق کوچیکه؟ مرد حسابی برو به کارت برس مردم طوفان و زلزله و جنگ و بگیره به من 2000 تا بدبختی دارن آقا حولش عوض شده تازه هنرمند هم هست پوستی همش زیر سر توه اینجا خونه منه نه حمام عمومی بابا ناده بیا اینجا فعلا اینا رو بگی 3-4 دست حسابی با ریکا و تایت خودتو میشوری که بو گندت برطرف شه بعدش هم چیکار میکنی لباسات هم خوب میشوری اگه این کار نکنی روزگارتو سیاه میکنم ها باشه آقا باشه خاطر جمع باشه بیا شما اینا میخوای بفرستیش همون بعد چی میبینی که چه بویی میده 24 ساعت آزگار با یه واند آشغال تو آسانسور گیر کرده بوده مرد حسابی این که خودش دوتا زن داره دوتا خونه هم داره و چی تو خونه ما واسه بره همون نه نه من اونجا تامین جونی ندارم راست میگه بابا این دوتا خونه داره ولی هیچ جاش نی یه غلطی کرده هم از اینجا مونده از اونجا هم رونده این دیگه مشکل خودشه حالا که بومیده مشکل ما هم هست اگر روی نشه منم رد چی نمیذارم اون بره حمام اصلا به تو چه؟ مهمون منه میخواد تو خونه من هموم کنه تو چرا دخالت میکنی؟ اینجا 4 دیواریه بی اختیاریه اگر نمیدونی بدون حمام سهم سامانه امادی سهمش فقط آشپزخونه است بله آقای پوستی استاد امادی آشپزخونه رو داشتن به جای همون حالا که اینطوره بگرد تا بگردیم بیا نادر بینم بریم بکن بینم بله آقا گفتم بکن دیگه چی رو؟ لباس تو اینجا؟ بله همینی که من میگم آشپزخونه جز ملک منه میخوام همینجام بشونم ببینم کی میتونه حرف بزنه ولی آخ بوسی جون اینجا زشته ها اونش با من زشت و زیباشم به کسی مربوط نیست مطل نکن بکن بکن داده جون حرف آقای پوسی یک بکن با ناسلامتی داریم بریم آشتی کنون ها یه سری لبخند بزن خانوم من نگه دیوونم که علکی بخندم خیلی خوب بابا کی گفت دیوونه ای؟ من میگم به خاطر دخترت به خاطر دامادت یه سری لبخند بزن بخند خیلی خوب به خاطر دخترت خوب شد؟
ببین بهزار، اگر میخوای این کارا رو بکنی و دلمون رو خون بکنی، بگو از همینجا برگردیم دیگه. ای بابا، مثل اینکه بدهکارم شدی به خانوم. ای بابا چطور اینطوری میکنی؟ بابا گفتم داماد عزیزه، نه انقدر وقت نمیدم داماد انقدری. تو شورش رو در آوردی. دامادم داماد. بابا یه ذره لبخند بزنی، قیافه چی آخه؟ چیه؟ میخوای برقصم خوبه؟ اه؟ من اینطور رقصم بلدی. حیف که گرفتارم. آبا آبا با 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 اینم که خرابه. وای مرگم بده بهزاد. چیه بوی آسانسور تو هم؟ بیا بابا بیا پلا بریم بخورون داماده. این داماده که حال ما رو به هم زد. آسانسورش هم بود. بریم بابا. سهم من سهم تو داره. در توالت رو من قفل میکنه. باشه. حالا نشونتون میدم. فردا یه تابلو میزنم این هوا دم در گرمابه عمومی پوستی با مسئولیت نامحدود، هرچی هم گریگوری تو خیابونه برمیدارم میارم اینجا دو قبضه میشونم بشه خوشش میکنم تا ببینم کیه که بگه بالا چشه دبرو محکم ببار دیگه بزنی شکیه چه از آقا خودم اومد نمیخی خودم بگیرم اب نه هره بگی دولت رو سرچه بچنه. آها خوب شد ببین چه مثل درگیس گل میشه. آفر پپا شورا آها بری خسته تو بین چی شد سما تکون نخوب هیچ که دست به اون در نمیزنه، یعنی اون در وا نمیشه. چرا؟ پس اینکه اون در تو قسمت منه دلم نمیخواد بازش کن. قربونت برم من پدر زنمه، بعدم این خونه فقط یه در داره آقا پوستی که اونم تو قسمت منه که دوست ندارم باشه. همین خانوم پس چرا در رو باز نمی کنه؟ تو نگه نگفتی که منتظرمونه. چرا بابا منتظرمونه؟ حالا لابود برق نیست. برق نیست؟ خب برق نباشه در که هست، میبینی من دارم در میزنم دیگه برق نیست. خیلی خب شاید نمیشنوه، یه ذره صدا بزن میاد در باز میکنه دیگه. خانوم نگه سر جاریز خیاری که داد بکشم صدا کنم. بابا من میگم شاید صدای نوار بلنده نمیشنوه، حالا چی میشه صداش کنی؟ آه پس اهل این قرتی بازی هم آقا هست. بابا باز شروع کردی به صدا. خیلی خب بابا خیلی خب. سامان آقا سامان سامان سلام آقا موسوی، حال شما؟ سلام، کدومه بابا جون این داره واکن برده؟ الان چی رو همین الان؟ من تا 200 سال دیگه وازش نمی کنم. پوستی جون، قربونت برم من اصلا فکرشم نکن. باز همی. کن، عزیز جون، باز کن. نمیتونم وازش کنم، پدر زنمه. بابای پدر زنت هم که باشه سهله، پدر بزرگش هم باشه وا نمی کنم. پوستی جون نوکرتم، تو رو خدا وازش کن. خواهش نکن برو عقب نیاد تو قسمت من، برو کنم وا نمی کنم. پوستی جون قربونت برم من نوکرتم، تو که انقدر آدم با وفایی هستی به خاطر اون دوتا کفتر سفید باز کن بده من کلیدو. باشه، به خاطر اون کفترهای سفید یه شرط داره. چه شرطی؟ آبای خرده بشین اینم بگیر. حالا بنویس. چی بنویسه؟ بنویس بدین وسیله اعلام می‌دارم رضایت خود را مبنی بر استفاده آقای پوستی و کلیه افراد ذی صلاح که ایشان معرفی نمایند از حمام خود اعلام داشته و ضمناً هیچ گونه وجهی بابت آن طلب ننمایم. نه
اسم و فامیل شهرام آفرین. اسم ده آفرین کلا بر کلید خودم باید میام. بفرم بفرم آمده عرض سلام و ادب. برو کنار بی ادب. سلام آقا موسوی، حالتون چطوره؟ نمیخواد ماچ کنی، برو کنار. ببخشید این دد دد بفهمید. من میخوام برم دستشویی. ایوان زشته بهزار. خانم چی زشته؟ این در که آخه بخواهی حساب خورده. چی زشته؟ چی زشته؟ من دارم میمیرم اگه زشته. سلام سلام و زهر مار. چرا؟ اینجا چی کار میکنی؟ مامان گفت شما اینجا این مرد خانه قرار نبود خونه یه خالت باشی ها؟ خب مامان زنیزت گفت شما اینجا این ببخشید چون بفرمایید کارتون ببخشید کار هم میشه دیده ده ببخشید خونه تو به کثیف نکنی از حمام استفاده کنی در ربطی به تو نداره دعوای خانوادگی به تو ربطی نداره چه خانوادت نیستم چی میگی آقا میگی برای شما چی بفرمایید کجا بفرمایید اینا کیان؟ اینا دارن چیکار میکنن؟ من یادم رفت اینو به شما توضیح بدم. خواهش می‌کنم آقای موسوی. اصلا یادم رفت. ولی این آقا نادر انقدر آقای بامزه‌ایه. دو تا زن داره. من تو رو بیچاره‌ت میکنم. این قلبم از دفع تو درد گرفته. در به درت میکنم. آوارت میکنم پدرتو در میارم دوست دارم غلط کردی بابا برو بخشی کجا گذاشتم؟ فکر کنم توی ژاپن جا گذاشتم. ببینم شهرام تو اونو ندیدی؟ چی ها؟ استامپ دیگه. برو ببینیم بابا استامپ دلت خوشه تو هم. بابا همون چیزی که مهر میکنه تو رفتار دوت شده یه ریختی شدی اتفاقی افتاده؟ نمیدونم جمال تو عشقه نمیدونم نگونم جون دوتایی یه چیزی هست نمیدونم قدرت نمیدونم حال و روز خوشی ندارم ها مریض شدی مریض کدومه بابا یه مرگ دیگمه با کاریمایسه یعنی چی؟ میدونی قدرت جون یه حال تازه‌ای دارم هستم ولی نیستم دلم میخواد تنها باشم دیگه حوصله آدم ها رو ندارم حواسم پرته و یادم میره با همه کس هستم و ولی غریبم دلم میخواد بزنم تو دل طبیعت کودشت خونه و دریا تموم دیگه از دست رفتی خلاص شدی رفت پیکارش منظورت چیه؟
عاشق شدی پسر، عاشق. عاشق؟ بیا شما. نگو شما. نوی سر کوه بلند تا که نشین بفرمید بابا، ببخشید من جلو میرم. بفرمید بفرمید. دقیقا همون آپارتمانی که دستور داده بودی، تمام وسایل بلا استثناء انتیک اصل است. ملاحظه بفرمید بابا. نه، اون لوکیشن قبلی اصلا به درد نمیخوره. ما میام اینجا. ممنون. اینجا رو برای فیلم برداری انتخاب میکنیم. شری میتونی عزیزم بچه ها رو بگی بیان ببینن؟ بله. قوسی که اون داره خیلی خوبه. پوستی مندزاره. مندزار بزرگ. مندزار بزرگ این بزرگترین کارگردان سینما ایرانه. بلشو باور نمی کنم. سلام استاد. سلام، شبچراغی هستم، دانشجوی تئاتر، پسر مرحوم شبچراغی. خوب هستی شما؟ باورم نمیشه شما تشریف آوردی منزل من. منت گذاشتی قربان. خیلی بزرگواری شما. منزل ما. بله. خب منم خیلی خوشحالم که اینجا رو انتخاب کردیم، خونه شما رو برای فیلم برداری. لطف کرد. ببخشید. سلام علیکم شریف. ببخشید دستم روشینه شماست. خوبه. بیچون.